در هفته گذشته گفته‌های علی سلیمان پور مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر از افزایش 32% درخواست سقط جنین درمانی در این استان را می‌داد. آخرین آمار کلی که پزشکی قانونی در ارتباط با سقط جنین در ایران اعلام کرده 6600 نفر بوده که برای دریافت مجوز سقط جنین درمانی به مراکز درمانی مراجعه کردند سال گذشته، که حدوداً 73% از این تعداد مراجعه کننده مجوز گرفتند و بقیه این تعداد موفق به اخذ اجازه سقط جنین نشدند. البته شما بهتر از من میدونید که این آمار رسمی است و سقط جنین، مخصوصاً سقط جنین‌های غیر قانونی، از اون مواردی هست که هیچ وقت پایه آماری درست و قاطعی در موردش در جامعه وجود نداره در ایران. سید حسن موسوی هم در گفتگویی که با روز آنلاین داشته، مهمترین علل افزایش سقط جنین‌های غیر قانونی در ایران رو وضعیت اقتصادی نامناسب و روابط نامشروع اعلام کرده. حق حیات یا حق مالکیت بر بدن. سقط جنین مسئله‌ای با بحث و جدال فراوان. در ایران تنها در 3 حالت سقط جنین قانونی صورت می‌گیرد: جان مادر در خطر باشد، به مادر صدمه جدی روحی یا جسمی وارد شود، جنین ناهنجاری داشته باشد. اما این 3 شرط تنها دلایل سقط جنین نیستند، بلکه دلایلی که برای قانون قابل قبول نیست، بسیاری از این زنان را به مراکز زیرزمینی و گاه به استقبال مرگ می‌فرستند. آمار این نوع سقط جنین غیرقانونی رقم تکان دهنده 80,000 مورد در سال، یعنی حدود 200 مورد در روز بوده است. دکتر سارا ناصرزاده موارد سقط جنین را به 3 دسته تقسیم می‌کند. دسته اول کسانی هستند که قانونی می توانند جنین خود را سقط کنند. دسته دوم کسانی هستند که بچه یا مادر آمادگی ندارند و بچه خود به خود سقط می شود. و دسته سوم کسانی هستند که با دلایلی بر ضد قانون، شرع و یا سنت حاملند و مجبور به سقط هستند، که این دسته اکثرا قربانی عدم آموزش درستند. ضربان قلبشو می فهمم، مثل ماهی تو شکمم تکون می خوره. ماهی؟ اما راه حل هم در آموزش و هم در خدمات است، که یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. آموزش در زمینه چه چیزی وجود داره؟ از چه کسی باید اینو دریافت بکنه؟ چه نوعی باید دریافت بشه؟ یعنی چه نوعی برای اون فرد خاص کار میکنه؟ حالا با توجه به پیشینه پزشکی یا شرایط زندگی که داره، و اینی که وقتی که اونو دریافت کرد چگونه استفاده بکنه؟ اینا جنبه آموزشی قضیه است. جنبه خدماتی قضیه، یه مرکزی باید وجود داشته باشه که اینا رو ارائه بده، یعنی یه قشر تحصیل کرده و آموزش داده شده باید باشن، از نظر مالی باید قابل دسترسی باشه. این آموزش ها در کنترل جمعیت پیش از انقلاب و در دولت پهلوی آغاز شد، که دولت سعی در کاهش رشد جمعیت داشت و انقلاب و جنگ این محاسبات را به هم ریخت. در اون موقع برنامه‌ریزی شد از گروه پرستارا، مددکاران اجتماعی با کمک مرحوم ستاره فرمان فرمانیان، با کمک این افراد در سراسر مملکت برنامه های تنظیم خانواده رو پیاده کردیم، دانشگاه ها و غیره. رشد جمعیت متناسب داشت می شود. به علت مشکلات عدیده، جنگ و بقیه مشکلاتی که بود، یه مقدار اهمال شد و در اون موقع فکر میکردن به خاطر جنگ که یه دیز جوانا رو میفرستن به جنگ، لازمه که رشد جمعیت در مملکت زیاد بشه و کنترل موالید باید از بین بره. بنابراین برنامه ریزی کردن و تمام برنامه های کنترل موالید رو در سرتاسر مملکت اینا رو متوقفش کردن. اما سوال اینجاست که در صورت حاملگی ناخواسته، عوارض نگه داشتن این بچه بیشتر است یا بالعکس عوارض سقط جنین؟ ببینید، این خیلی بستگی داره. بعضی هستن دست به دست تقدیر میسپرن، میگن که حالا که من باردار شدم دیگه به دلایل مذهبی، فرهنگی، فردی، عاطفی تصمیم میگیره، حالا با همه این سختی تصمیم میگیره که این بچه رو بره و از بین ببره. این یه گناهه، یه مشکله که تا آخر عمرش باید باش کنار بیاد. ولی اگر اون بچه به دنیا بیاد، فرض بکنید مادر سیگار میکشیده، فرض بکنید مادر الکل میخورده، اگر که بدون برنامه مادر باردار بشه، خب ریسک اینا خیلی بیشتره. بنابراین اینا واقعا تصمیماتی که خود اون خانواده باید بتونن بگیرن، نه اینکه دولت بخواد برای اون خانواده تصمیم بگیره. بحث بین مخالفان و موافقان ادامه دارد و هر کدام گهگاه حق و حقوقی را برای گروه خود به دست می آورند.
اما آنچه که مسلم است بسته نشدن این نطفه با آگاهی و اختیار بهتر از جدال‌ها و تبعات جانی و مالی بعد از آن است. مهتاب کوسری، صدای آمریکا، واشنگتن.